سلام دوستان، حالتون چطوره؟ آخرین بار کدوم هنرمند رو با هم نگاه کردیم؟ بله، هنرمندی بود به اسم مونه. ما قصد داریم دوباره کارهای اون رو بررسی کنیم. امروز منظره‌های بسیار جذاب‌تری در انتظار ما هستند. پس بیایید جلوتر بریم و درست به داخل نقاشی‌های مونه بپریم. مونه مناظر زیادی رو بیان کرد. وای، این یک باغ سبز بسیار عالیه. تقریبا از اینجا بوی جنگل رو حس میکنم. و اون همچنین یه باغ با یه دسته گل آفتابگردون رو بیان کرد. خیلی خوب و گرم به نظر نمیاد؟ قرمز و سبز خیلی خوب ترکیب شدن و احساس سرزنده‌ای به اون میبخشن. احساس میکنم میخوام به داخل این تصویر به این زمینه از گلها برم و گلهای تازه رو بو کنم و از هوای خنک عبور کنم. این نقاشی هست به نام بانوی چتر. تصویری از زنی که چتری در دست داره و لباس سفیدی بر تن داره که تأثیر شدیدی بر روی ما میگذاره. لمس‌های خشن و سفید قلمو باعث زیبایی بیشتر اون میشه و این نیلوفرهای آبی نامیده میشه. مونه در باغ خودش برکه بزرگی رو حفر کرد و در اونجا نیلوفرهایی کاشت. گفته میشه که اون بیشتر از 200 قطعه در مورد نیلوفرها کشیده. ما این تصویر رو با هم بیان خواهیم کرد. بیایید شروع کنیم. بیایید برگ‌های کوچک و بزرگ بکشید. نیازی نیست خیلی واضح بکشید. بیایید چند برگ کوچیک در پشت بکشید. و کمی محل برگ‌های در حال افتادن رو علامت گذاری کنید. چند گلبرگ هم می‌کشیم. حالا بیایید رنگ‌آمیزی رو شروع کنیم. پس ما در اینجا رنگ‌های مختلفی رو با هم ترکیب می‌کنیم. با رنگ‌هایی که دوست دارید. و بیرون رو اینجوری بیان کنید. رنگ پشت رو کمی روشن‌تر کنید. بنابراین به نظر میرسه که دور هست.
بعد از رنگ کردن برکه، برگ‌های در حال افتادن رو رنگ کنید. سخت میشه اگر اول برگ‌ها رو رنگ کنیم و بعد دریاچه رو. و اگر بیایم دوباره از اول دریاچه رو رنگ کنیم، برگ‌ها پوشیده میشن. به همین دلیل اول دریاچه رو تموم میکنیم و در انتها برگ‌ها رو میکشیم. حالا بقیه رو با رنگ‌های مورد علاقه خودتون کامل کنید. خب تموم شد. من اینجوری تموم کردم بچه ها. شما چطور نقاشی خودتون رو کشیدید؟ خب کلاس امروز چطور بود؟ به نظرتون همه منظره ها زیبا و شگفت انگیز نبودن؟ شما چه منظره ای رو دوست دارید؟ به منظره های مورد علاقه خودتون مثل کوه، دریا، اقیانوس، درختان و دریاچه فکر کنید و سعی کنید اون رو به عنوان یک اثر هنری عالی مانند مونه بیان کنید. من میخوام شما رنگهای خودتون رو پیدا کنید. پس لطفاً منتظر کلاس بعدی ما باشید. خداحافظ.